با درود به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا، تعجب کردید به جای تهیه کنندگان و گویندگان خبر بنده در خدمت شما هستم. زمزمه های من از مدت ها پیش شنیدید. من خبر رو اینطور راضی نبودم. در واقع گفت در جایی که یه نفر که 40 سال عمرش رو تو خبر گذاشته، شما انتظار دیگری از خبر دارید. ضمن اینکه بنده کجا میتوانم با بی بی سی با اون همه استاف و امکانات یا با تلویزیون های دیگه که دارای این امکانات هستن یا رادیو فردا که لحظه به لحظه خبرها رو به شما میده چه رقابتی میتونیم بکنیم؟ در واقع از ابتدا من هدفم این نبود. با همکارانم که صحبت میکردم همیشه میگفتم آنچه برای مردم ما مهمه خود خبر نیست. ماشاءالله ماشاءالله صدا و سیمای ولی فقیه چند تا داره، چند تا شبکه داره، خبرها رو اونجور که میخواد به شما میگه، خبرها رو اونجور که واقع شده و حقیقت داره از رادیو فردا میشنوید، از بی بی سی، از صدای امریکا، از تلویزیون های دولتی، رادیویی که متعلق به یک دولت هست و امکانات وسیع داره میشنوید و میبینید. ماشاءالله سایت های متعددی هم هست که لحظه به لحظه شما رو در جریان خبر میکسن. پس من به دنبال آن سوی خبر بودم. خبر رو میبینیم، همه شما میشنوید، اما چرا آقای علایدین بروجردی این حرف رو زده؟ چرا آقای ظریف تو این لحظه راهی کویت شده؟ در ابعاد خیلی گسترده و وسیع تحلیل این رویدادها تفسیر خبر رو داریم که در اونجا دو تا یا سه تا کارشناس میشینن و مسائل روز رو تحلیل میکنن. این جای خود رو داره. من هم در برنامه پنجره رو به خانه پدری با نگاه خودم به خبرها نگاه میکنم، اما آن سوی خبر در واقع نگاه میکنه به یک چیزهای فراتر. داشتم با همکارام صحبت میکردم برای تدارک این برنامه، بهشون اشاره کردم، گفتم صبح خبردار میشید که مثلا حزب الله در لبنان یه کار به قول اینا ناستی، یه کار تروریستی انجام داد. خب برای مردم صرف خبر کار تروریستی حزب الله مهم نیست. چرا این کار کرد؟ چه کسای پشتشن؟ راستی دوربین رو ورداریم بندازیم روی خود حزب الله، حسن نصرالله کیه؟ چی کار میکنه؟ ایناست که برای شما جذابیت داره، تردیدی من ندارم. ما در کنارش البته برنامه پروفایل رو داریم که به زودی میبینید. اون راجب فرده، راجب یک ارگان مؤسس است. ولی در طول روز ما با خبرهایی روبرو هستیم که ما رو وادار میکنه نگاهی به آن سوی خبر بیاندازیم. این طرحی است که ما ریختیم و امیدوارم در ظرف یک هفته 7-10 روز این برنامه رو اجرا کنیم. تا زمانی که اون برنامه به شما عرضه بشه خبرها رو به صورت خیلی ساده خواهید دید. اونطور پکیج بندی هایی که ما داشتیم که خیلی هم من دوست داشتم و کار جالبی بود منتقل میشه به اون بخش آن سوی خبر. بنابراین در آن سوی خبر 2 تا 3 تا موضوع تاپ روز انتخاب خواهد شد که شما روی اون موضوع ها اهمیت براش قائلید. دیپلماسی ایران، وضع اقتصادی، تمام اینا رو در اون آنسوی خبر بررسی خواهیم کرد. در این حال نمیخوام خبر یه تفنن باشه، خبر خیلی جدیه. پس بنابراین از اینکه تفننیشم بکنم پرهیز کردم. میشد تفننیش کرد، میشد راحت چند نفری با هم باشن و خبرها رو دنبال کنن. اما باز هم میگویم در روزگاری که آژانس‌های خبری، تلویزیون‌های بسیار قدرتمند و صاحب امکانات بسیار مثل تلویزیون های دولتی که برنامه فارسی دارند یا رادیوها، در شرایطی که اینا هر لحظه خبر رو به اطلاع شما میرسونن و صدا و سیمای آیه حاج عزت نیست، همه نوع اخباری رو به شکل و به سیاق جمهوری اسلامی در اختیارتون میگذاره، ما دیگه وقت کار اضافه خواهیم کرد که شما نیم ساعت و وقت عزیزتون معطوف به اخباری بشه که اغلب اون رو شنیدید. ببینید این
مجموعه خبری که در واقع با خبر آن سوی خبر برنامه بسیار ارزنده و دیدنی آقای همکار عزیزم ماشاءالله عباس‌زاده که مطبوعات رو بررسی میکنه و همینطور تقویم تاریخ که خیلی مورد توجه شماست، اینا یک مجموعه رو میسازه. اگر یک ذره یک گوشه از این مجموعه کج باشه، نادرست باشه، به کل مجموعه لطمه میزن. من نگاه میکردم هر روز، میدیدم به دلم نمیشینه، خودم میذاشتم جای شما بیننده. خب علیرضا نوری‌زاده، ما الان یه رو پیش آخرین اخبار از بی بی سی شنیدیم، آنچه شما گفتی چیز اضافه‌ای نداشت. الان همین یه رو 10 دقیقه پیش، 5 دقیقه پیش رادیو فردا دو تا خبر مهم داد که شما نتونستیم بگید. خب چه جوری من مقابله بکنم و همکارانم؟ این است که با اجازه شما خبر رو به شکلی تازه با طرحی نوین به شما عرضه خواهیم کرد. من یه چیزی براتون بگم، روزی که آغاز کردم هرگز گمان نداشتم که کار بسیار سنگینه، کار بسیار سنگین، اما یک چیزی من رو نگه داشته و اون عشق و پاسخ شماست. من اصلا باورم نمیشه هر مسافری میاد، هر دوستی زنگ میزنه، هر کس از آشنایان دور و نزدیک با من سخن میگه، میگوید تلویزیون شما محترمه، آبرو داره، خیلی برای من مهمه، مردم رو حرفاش فکر میکنن، انگوش میگذارن. زرق و برق نداریم، استودیوهای آنچنانی نداریم، امکانات مالی نمیدونم، خب برای ما که داستانا ساختن مهم نیست، ولی در همین محدودهی که با همکاران نازنینی که از صمیم دل با من همکاری میکنن، در همین محدوده سعی کردیم که سربلند باشیم، آبرومند باشیم و نگذاریم چشمهای نازنین شما خسته بشه و حوصلتون از زیادگویی ها سر برود. تلاش میکنیم برنامه ها متنوع باشه و شما از این تنوع استقبال کردید و خیلی خوشحالم که این مجموعه برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، موسیقی، سینما، ترانه، هر کدوم اینا رو بگذارید کنار هم، برنامه های مورد توجهی بوده. یکی دو برنامه هم داریم که به زودی خواهید دید و اون ایران خانم خیلی برنامه قشنگیه. برنامه دیگری داریم که سرآمدان فرهنگ و شعر و ادبیات رو معرفی خواهیم کرد. برنامه رو در رو رو خواهیم داشت که یک بحث داغ سیاسی خواهد بود و اجتماعی و فرهنگی و گاه هنری. و خیلی فکر را دارم براتون. قاب و خاطره رو در شکل تازه به زودی خواهید دید، به صورت یک سلسله برنامه، 100 چهره از تاریخ معاصر. و معاصر که میگم، در واقع میخوام بگم از آغاز سلطنت پهلوی، از اون آغاز قرن شمسی جدید، قرن 14، از اونجا شروع میکنیم و این 100 چهره رو به شما معرفی میکنیم. حالا بریم سر خبرها. بالاخره امروز خبرها رو باید بگیم دیگه. چشم. نخستین خبرم در رابطه با سفر آقای ظریف هست. وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف امروز وارد قطر شد. ایشون قبلا از کویت دیدار کرد، به سلطان نشین عمان رفت و در اون به اصطلاح هیئت مشترک اقتصادی و بازرگانی کویت حضور به هم رسان ایران و کویت. حرفای جالبی هم زد. از جمله ظریف گفت که ما با همسایگانمون نگاه ویژه‌ای داریم، ما علاقمندیم بهترین روابط رو با همسایگان داشته باشیم. داشتن روابط خوب با همسایگان، الان در کنار وزیر خارجه کویتیشون رو مشاهده میکنیم، داشتن روابط خوب با همسایگان منوط به اینه که آدم در امور داخلیشون دخالت نکنه، مثلا در کویت یه شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی رو نگیرن. دومین کمیسیون عالی مشترک اقتصادی ایران و کویت در اون در رابطه با مناسبات دو جانبه، مسائل اقتصادی و روابط تجارتی با ایران صحبت شد. در این میان نخست وزیر سوریه هم به ایران سفر کرد، یک سفر 3 روزه، درست زمانی که آقای روحانی
با بشار اسد گفتگوی تلفنی کرد و آقای روحانی ژست خیلی جالبی گرفت که ایران همگاه در کنار مردم سوریه خواهد بود، آقای نخست وزیر به ایران رفت، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول، از ایشون استقبال کرد. حرفایی که ایشون در رابطه با کنفرانس ژنو زد قابل تأمله. ایشون گفتن که بله، رفتن ما به ژنو دو به این مفهوم نیست که در مسیر سپردن حکومت به معارضین باشه، جر زدن سوریه است. روی زمین جنگ خونین به شدت ادامه داره، هر گامی که ارتش سوریه و نیروهای دولتی جلو میرن سوریه شروع میکنه به نوعی از تعهدات شانه خالی کردن. اما ژنو در صورتی که تشکیل بشه برای عبور از بشار اسد است. جمهوری اسلامی علاقمند بشار اسد تا 2014 باشه، بعدم انتخاباتی صورت بگیره، شاید به نظر جمهوری اسلامی با تقلب آقای بشار اسد دوباره به ریاست جمهوری انتخاب بشه، اما من تصور نمی کنم چون این باشه. آقای جهانگیری هم در دیدار با نخست وزیر سوریه اعلام کرد که بله، جمهوری اسلامی حمایت خود رو از سوریه ادامه خواهد داد. ایستادگی ایران در کنار سوریه علیه محور شرارتی است که سوریه را مورد تعرض قرار داده است. روز چهارشنبه 13 آذر یک عضو هیئت رئیس مجلس گفته بود که آقای روحانی برای دادن بودجه جدید به مجلس خواهند رفت. معمولا بودجه رو در آذر ماه میدن. هنوز یادمونه کیفی که مرحوم هویدا دستش بود و تو مجلس به مهندس ریاضی میداد، بیرون مجلس هم که میمد خبرنگارا دورش رو میگرفتن. این روش در جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کرد. در آذر ماه معمولا چنین میکنن. اما بودجه که هنوز سه ماه ازش مونده، بودجه سال 92 و به گفته آقای روحانی کسری 40% داره، چه خواهند کرد که حالا بودجه جدید رو بنویسن؟ منتها به گفته کارشناس اقتصادی بودجه جدید یه مقدار با فروتنی بیشتری نوشته شده، اون ادعاهای آقای احمدی نژاد مورد نظر قرار نگرفته، قیمت نفتم معتدل حساب شده، یک اوریج، یک میانگینی گرفتن که اون میانگین قابل به دست آوردن باشه، نه اینکه یه دفعه با فرو افتادن قیمت نفت و یا بالا رفتن همه چیز به هم بخوره. احمد اینجا 100 میلیارد از فروش نفت به دست می آورد. در دولت آینده شاید وضع چنین نباشه، به خصوص که بدهی ها هم زیاد هست. و این به نظر من قابل تأمله که اگر بودجه زمان آقای خاتمی رو به یاد بیاریم که نفت روی 16 دلار بر هر برمیل حساب میشد یا حد اکثر 20 دلار، وقت میتونیم بفهمیم که احمدی نژاد از چه امکاناتی برخوردار بود و این امکانات به باد رفت. گزارش رو میخوندم که آقای احمدی نژاد وقتی با آقای مورالس همتای بولیویایی خودش ملاقات کرد، چنان دلبسته ایشون شد که همونجا سرزد 290 میلیون دلار وام داد و این وام ها همه از خزانه ملت ایران بود. کار گروه ویژه رسیدگی به دارایی های بلوکه شده ایران تشکیل شد. کارگروه ویژه آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست خبری گفتن این کارگروه برای انجام رایزنی ها از هفته آینده کارش آغاز میکنه. نکته ای که جالبه، آقای نوبخت سخنگوی دولت صحبت از آزاد شدن 8 میلیارد دلار کرده، در حالی که جای دیگه صحبت از 7 میلیارد دلار هست، به اضافه 400 میلیون دلاری که بر پایه توافقنامه ژنو، توافقنامه موقت 6 ماهه برای پرداخت شهریه دانشجویان و هزینه دانشجویان بورسیه که در خارج به سر میبرن اختصاص داده شده. همزمان خانم مرضیه افخم که معرف حضورتون هست، این بانوی گرامی اگر گرفتار بند و زنجیر جمهوری اسلامی نبود، می توانست مثل خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان امروز سفیر ایران در جایی باشه، معاون وزارت خارجه باشه، مدیر کل باشه، عضو سنا باشه، عضو مجلس شورا باشه و با آزادی صحبت کنه. بانویست تحصیل کرده،
درسش رو خوب بلده، آنچه را که میگوید میشناسد و به نظر من یکی از سخنگویان خوب وزارت خارجه است. ای کاش او را مجبور به این نمی کردند که سخنگوی وزارت خارجه ایران تو گویی میخواد به مسجد بره وقتی در برابر خبرنگاران ظاهر میشه. ایشون تأکید کردند که بر پایه توافق ژنو طرفین باید برای کسب و جلب اعتماد متقابل قدم بردارند، ولی آن چیزی که اتفاق افتاده، یعنی تحریم هایی که اتحادیه اروپا اضافه کرده که 16 شرکت کشتیرانی رو به همراه شرکت مدیریت ساخت نیروهای هسته ایران در بر میگیره، این رو غیر عادلانه توصیف کرده. آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و یکی از کسانی که مسئول گفتگو با 5 به اضافه 1 و کمیسیون‌های حقوقیش است، ایشون هم اشاره کرده به قطعنامه‌ای که شورای امنیت تصویب کرده و در توافقاتی که صورت گرفته این قطعنامه منظور نشد و او میگوید که شورای امنیت، البته میدونیم 6 قطعنامه قبلا صادر کرده که 4 تحریم علیه ایران به موجب این قطعنامه وضع کرده و یکی از مهمترین خواستهای قطعنامه ششگانه توقف کامل غنیسازی اورانیوم در ایران است. به گمان من امکانی که دادن غنیسازی در حد 3.5 تا 5 باشه در واقع امتیازی است که به جمهوری اسلامی دادن. اشاره کردم در صحبتام به سفر آقای ظریف به کشورهای حاشیه خلیج فارس. خب یکی از این کشورها عربستان سعودی بود، ظاهرا دولت سعودی زمان دیگری رو برای این دیدار تعیین کرده. آقای ظریف در دیدار با شیخ صباح خالد از صباح، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کویت، بر ضرورت رایزنی های منظم سیاسی در سطوح مختلف بین دو کشور تاکید کرد و همینطور با همسایگانمون. کویت به هر حال یکی از اعضای تشکیل دهنده یا اعضای اولیه شورای همکاری های خلیج فارسه و نقش مهم می داره و تلاش میکنه با ایران روابط دوستانه داشته باشه. شیخ صباح احمد از جمله وزیر امیر کویت در دیدار با آقای ظریف تاکید کرد ما در مسئله اتمی از ایران حمایت کردیم در برنامه اتمی ایران، چرا که سخن رهبر جمهوری اسلامی رو باور کردیم که گفته بود دین ما استفاده و تولید سلاح هسته‌ای رو ممنوع کرد. البته کویتی از یک چیز نگران، میگویند اگر خدای ناکرده زلزله‌ای در بوشهر رخ دهد آثار مخرب این زلزله نخست جانب آنها را خواهد گرفت. همین حرف رو از مسئولان بحرینی هم میشنویم، ولی کویت در معرض و در تیرس مستقیم هر نوع اشعه اتمی قرار میگیره. آقای محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار غیر مقیم جمهوری اسلامی در بریتانیا و فرد دوم سفارت ایران در اتریش در وین، جایی که بزرگترین پایگاه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در اروپا در آنجا مستقر است و معمولا دیپلمات هایی که در اونجا خدمت می کنند تابع دستگاه اطلاعات هستند نه وزارت خارجه. به هر حال آقای حبیب الله زاده گفته که آجی شارما کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران سه‌شنبه به تهران می آید تا مذاکره کنه، سفارت رو ببینه و صحبت هیئتی باش میاد و از اماکن این کشور از جاهای مختلفی که متعلق به بریتانیا است، باغ زرگنده، سفارت در خیابان فردوسی دیدن میکنه. آقای حبیب الله زاده هم قرار است که از بریتانیا دیدار بکنه و همینطور درباره وضعیت ساختمان ها اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی، بررسی راه های بهبود روابط و ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم به بریتانیا بیاد. این خبر رو بگویم به خصوص به آنهایی که عزیزانی در بریتانیا دارن و سفر به بریتانیا براشون خیلی مشکل بوده، باید میرفتن دبی، ترکیه، کشورهای دیگر، 2-3 هفته حداقل معطل میشدن تا آخرم در بسیاری از موارد مهر رد تقاضای ویزاشون تو پاسپورتشون بخوره. حالا امیدواری هست که به زودی سفارت ها باز بشه و بار دیگر هموطنان ما بتوانند برای سفر به بریتانیا
در کشور خودمون، در تهران خودمون به سفارت بریتانیا مراجعه کنند که بر اثر ندانم کاری ها و حمله جاهلانه عده‌ای به اصطلاح حزب اللهی ویران شد و حتی زندگی خصوصی دیپلمات ها رو بیرون ریختن. بر پایه خبری که در خبرگزاری های ایران بهش اشاره شده، یک شنبه توطئه بمبگذاری در خطوط نفتی آبادان کشف و خونسا شد. آقای بهرام ایلخاست‌زاده فرماندار آبادان به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته که این بمبگذاری توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشف و خونسا شد. محل بمبگذاری شمال تالاب شادکان کیلومتر 56 خط لوله نفت آبادان به ماهشهر عنوان شده است. پایگاه اطلاع رسانی اهواز نوین به نقل از یک منبع مطلع نوشته گزارش های رسیده مبنی بر بمبگذاری منجر به حضور به موقع نیروهای انتظامی و خونسا کردن این بمب شد. بله یه عکس هم اینجا رفت مثل که اشتباه بود. خب اشکال نداره، از این چیزا پیش میاد. برای همینه که من میخوام خبر به گونه دیگری باشه که اشتباه یه عکس یه دفعه آدم ناراحت نکنه. آقا این که آقا ایلخاست‌زاده نبود. حالا منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، این آقا معاون آقای علاءالدین بروجردی زاده عراق و از معاودین است. آقای حقیقت پور گفته که حمله به سفارت ایران در بیروت با هدایت و برنامه‌ریزی عربستان سعودی بود. در یک مصاحبه مطبوعاتی هم به بیروت سفر کردن و گفته. و این جالب است که در 28 آبان که این بمبگذاری صورت گرفت و مرحوم ابراهیم انصاری وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی جان باخت به همراه حاج رضوان که سرپاسدار سفیر بود و سابقه بسیار بدی در لبنان داشت و 5 تن دیگر از گاردهای سفارت هموطنان ما، تمام مطبوعات لبنان منهای مطبوعات وابسته به حزب الله و جمهوری اسلامی اشاره کردند که بمبگذاران شناسایی شدند، کسانی که کار انتحاری کردند و هیچ ارتباطی هم با عربستان نداره. وقتی روزنامه الجمهوریه که نزدیک به حزب الله و همینطور شبکه المنار به این امر اشاره کردن، تلویزیون دولتی لبنان نخست وزیر مصطفی این کشور که حالا هنوز کارها را اداره میکنه آقای نجیب میقاتی، نخست وزیر تعیین شده که به خاطر اینکه حزب الله حق وتو میخواد نتونسته کابینش تشکیل بده، همه و همه گفتن که این ماجرا ربطی به عربستان سعودی نداره. حضورتون عرض کنم 5 روز از زلزله برازجان گذشت. آقای روحانی رو می دیدیم که نشسته بود کنار افرادی که آسیب دیدن، زندگیشون از دست دادن. تصویرهایی از گذشته به یاد آدم می اومد، زلزله طبس، بوئین زهرا، لار و غیره و غیره. اون زمانی که شاه و همسر ملکه به اونجا می رفتن، نخست وزیر می رفت، مقامات بلند پایه، و در بعضی از موارد اپوزیسیون هم حضور داشت، مثل جبهه ملی که در چندین زلزله حضورش بسیار چشمگیر بود. مرحوم صالح در زلزله قزوین در کنار زنده یاد دکتر شاپور بختیار و آقای مهندس حسیبی و دیگران و مرحوم تختی به یاری زلزله زدگان رفت. حالا آقای روحانی رفت. مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان با اشاره به مشکل امداد رسانی در این منطقه گفته بیمارستان دشتستان که فقط 6 ماه از افتتاح آن می‌گذرد دچار آسیب جدی شده. به همین دلیل بیماران را به بوشهر منتقل کردیم. نماینده دشتستان هم چنین گفته ستاد بحران شهرستان و استان در خصوص این زلزله قوی عمل نمی‌کنند. ولی امداد رسانی را ضعیف دانست و گفت هرچند هلال احمر تلاش می کند ولی چون ستاد بحران شهرستان و استان قوی عمل نمی کنند امداد رسانی با مشکل مواجه است. بر اثر زلزله برازجان 10 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. درود به روان رفتگان و آرزوی سلامت مجروحان.
یک درگیری هم در مرز ایران و آذربایجان رخ داد. عنوان میکنن افراد ناشناس، یک نفر هم کشته شده که مرزبان آذربایجانیه. خبرگزاری فرانسه گفته این درگیری عصر دیروز یک شنبه در منطقه مرزی لنکران زمانی رخ داد که افراد ناشناسی میخواستن به طور غیرقانونی وارد آذربایجان شوند. آذربایجانی هنوز واکنشی نسبت به مسئله نشون نداد. شماری از مردم سامان در استان چهارمحال بختیاری در مخالفت با انتقال آب به روش غیر علمی و احداث تونل گلاب در حمایت از زاینده رود زنجیره انسانی تشکیل دادند که نزدیک به 5000 نفر در اون بودن. قبلا نیز زنجیره انسانی رو در کارون دیدیم. عدم داشتن برنامه صحیح و اینکه هر کدام از مسئولان برای خوش آمدن و محبوب شدن و احتمالا انتخاب شدن در دوره بعدی به نمایندگی مجلس میان گوشه ای از رودخونه رو میگیرن، یه تونل میزنن، یه قنات کانال میزنن و اون آب رو منتقل میکنن. برای کارون این کار رو میخواستن بکنن، آب کارون رو به زاینده رود ببرن و خود آب زاینده رود رو به جاهای دیگه میبرن. همینطور که مردم اعتراض کردن و اونا خواستار بررسی علمی و دقیق مزرات انتقال آب زاینده رود در طریق تونل گلاب شدن. زاینده رود رو تصویرش رو خشک دیدیم وقتی که به اصفهان رسیده شد، دورانی که آقای کرباچی استاندار بود و مهندس ملک مدنی شهردار. زاینده رود جان گرفت. وقتی نگاه میکردی دادم به یاد رودخانه‌های بزرگ شهرهای بزرگ جهان میافتاد. قایقرانی روش دایر بود، مرغان مهاجر اونجا بودن و منظری بسیار زیبا پیش چشم ما بود. و همین سال گذشته بود که هنرمندی سازش رو برداشته بود، بر زمین خشک کف رودخانه نشسته بود و در عزای آب مینواخت. آقای علیرضا زالی رئیس نظام پزشکی کشور از سقوط هر ساله 13% تهرانی ها به زیر خط فقر به دلیل هزینه کمر شکن زندگی سخن میگوید. او گفته در حال حاضر کشور ما با چالش های بسیاری در عرصه سلامت روبروست. یکی از مهمترین این چالش ها تأمین منافع کافی برای حوزه سلامت است، برای بهداشت افراد. ایشون گفته در حال حاضر بیماری های ناشی از حوادث ترافیکی، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان سه بیماری اصلی در کشور را تشکیل میدن. یکی از نمایندگان هم گفته اگر به وضعیت آلوده هوای اهواز رسیدگی نشود دولت را استیضاح میکنه. سید شریف حسینی نماینده اهواز در گفتگوی با خبرگزاری میراث فرهنگی با بیان این خبر گفت وضعیت هوا در خوزستان و به ویژه اهواز هر روز وخیمتر میشود و مسئولین بجز وعده دادن هیچ حرکتی نمی کنند. هوای خوزستان اسیدی است، مسموم است. از مراجعه بیش از 20,000 نفر به دلیل آلودگی هوا این آقای نماینده خبر داد به بیمارستان و به مراکز درمانی. و پیش از این نیز نماینده اهواز خواسته بود یه ستاد درست کنند برای مقابله با بحران و آلودگی هوا. این نکته رو من بهتون بگم، شهرهایی که آب از اونجا جریان داره معمولا آلودگی هوا باید کمتر باشه، ولی عجیبه در ایران این آلودگی رو در اهواز میبینیم. البته استان خوزستان گهگاه دچار این بادهای موسمی میشه که با خود غبار میاره، گرد و خاک میاره، بعضی وقتا هم خیلی بده، به صورت همون گرد باد میاد و تمام جهان رو تیر و تار میکنه. اما برای این پیشبینی هم کرده بودن. میخوندم در یکی از این کتابهای بسیار جالب خاطرات که آقای ابراهیم شریفی نوشته اشاره کرده که در یک منطقه در خوزستان دشت مطلق بود در حالی که چقدر زمینش برای رشد گیاهان خوب بود. سوال کردم، گفتن اینجا پر از نخل و درختهای بلند بود. اون زمان انگلیس‌ها برای اینکه هموطنان لور ما بختیاری ما روی درخت میرفتن و تیراندازی میکردن بهشون، درختها رو ریشه‌کن کردن. آقای شریفی میگوید در اون مدت ما تلاش کردیم یه درخت کاشتیم
و چقدر این درخت ها مؤثر بود در جلوگیری از غبار و باد. خیلی کارا میشه کرد اگر حکومتی مردمی باشه، به حاکمیت مردم اعتقاد داشته باشه و منتخب مردم باشه و مسئول و پاسخگو. و خیلی کارا میشه در اون کشور انجام داد. آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان مقام رهبری، پس از انتخابات 88 گفته با به آتش کشیدن اموال عمومی، مسجد و دیگر اقدامات خرابکارانه آب به آسیاب دشمن ریختند. بنده معتقدم اگر مسجدی آتش زده شد، اگر اموال عمومی مورد نهب و سرقت قرار گرفت، عوامل رژیم جمهوری اسلامی چنین کردن، مردم ایران چنین نمی کنن و معترضان ما همه انسانهای فهمیده بودند که ثروت ملیشون رو به آتش نمی کشن. ایشون به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که سخنگوی قوه قضاییه هم هستن، گفته که با تأکید بر این که در صورت متشنج شدن فضا برخورد شدیدی با متهم این صورت خواهد گرفت، گفت نظام جمهوری اسلامی بیشترین ارفاق را به این افراد داشته است. بسیاری از مردم هم که یادمونه به خاطر تقلب انتخابات آمدن، از نگاه ایشون مجرمن و از عوامل فتنه. البته در رأسشون هم آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که هر دو در بازداشتگاه خانگی به سر میبرن و ظاهرا وقتی زمزمه آزاد شدنشون بلند شد، کسانی مثل آقای محسنی اژه‌ای ناراحت شدن و یا آقای جنتی که فرمودن رأفت اسلامی باعث شد اینا زنده باشن، وگرنه باید آنها را اعدام میکردن. محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفته، البته در مجلس هم که ایشون حضور دارن، این روزها عده‌ای به ما پیامک میزنن که چرا حصر خانگی کروبی و موسوی پایان نمیگیرد و رهنورد چرا در همین حصر خانگی است. البته ایشون اشاره نکرده این تکست ها رو کی بهشون میزنه، این پیامک ها. گفته ما میگوییم آنها جنایت و ظلم کردن. موسوی و کروبی جنایت و ظلم کردن و حداقلش این است که باید بگوین ما اشتباه کردیم. توبه نامه، چیزی که آقای خامنه ای از اول گفت، رکوع کنن، بشینن، کفش ما رو ببوسن و بپذیرن که مصدر فتنه بودن و پوزش خواهی از ما بکنن. اما همین را هم حاضر نیستن بگوین چون کاری نکردن، به وظیفه ملیشون عمل کردن و به ندای وجدانشون پاسخ دادن. بنابراین آقای باهنر میگه چرا توقع دارین حصر خانگی کم بشه؟ جنتی هم که عرض کردم گفته بود که یک کلمه میگفتن اشتباه کردن شاید فرجی حاصل میشد. نه آقا، نخواهند گفت. بیش از 1800 زندانی اعدامی قزلحصار هفتمین روز اعتصاب قضای خود را آغاز کرد. 1700 محکوم به اعدام. جمهوری اسلامی با جمعیتی که خیلی کمتر از چین از نظر تعداد اعدام ها داره چین رو پشت سر میگذاره. اعتصاب قضایی بیش از 1800 زندانی در واحد دوی زندان قزلحصار در پی انتقال 11 زندان محکوم به مرگ به سلول انفرادی جهت اجرای حکم آغاز شد. یکی از زندانیان در گفتگویی با ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت چند سالن دیگر نیز به اعتصاب کنندگان پیوسته. فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با واکنش برخی از مسئولان در مورد فیسبوک گفته که اینکه برخی مسئولان بخواهند آرام آرام از خط قرمز عبور کنند و وارد فضایی شوند که بهره‌مندی از آن برای شهروندان ممنوع است چیز خوبی نیست. سردار اسماعیل احمدی مقدم با جناق آقای احمدی نژاد در حاشیه سومین اجلاس رؤسای پلیس فتای استانهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره استفاده از فیلتر شکن و فیسبوک فرمودند در این مورد چیز جدیدی نیست که بخواهم آن را مطرح کنم، اما ابعاد حقوقی مسئله قابل بررسی است. گفت دسترسی به برخی از سایت‌ها در ایران ممنوعه اما فعالیت آنها تعطیل نمی شود. سوال کردن از این.
گفت که این روش که برخی از مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کردن و وارد فضاهایی می شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است چیز خوبی نیست. راست میگه. مثلا صدا و سیما، وزارت اطلاعات، امنیت خانه، نمیتونن سپاه غیر اینا میتونن از خیلی از سایت ها استفاده کنن، اما مردم عادی اگه برن ببینن گرفتار میشن. گزارش به گزارش ایسنا، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی قاچاق دختران ایرانی به امارات رو تایید کرده ولی عدد اون رو قابل توجیه ندانست. آقای علی صادقی مقصد اصلی قاچاق انسان از ایران را استرالیا، کانادا و کشورهای اروپایی دانست و گفت باندهای مختلفی برای قاچاق انسان از ایران وجود دارد که در حال حاضر آمار آن را در اختیار نداریم. در خرداد 83 روزنامه شرط یک گزارشی از کشته شدن 3 تا 5 دختر ایرانی طی انتقال قاچاق به امارات و همچنین حراج 54 دختر ایرانی در امارات خبر داده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در رابطه با قاچاق انسان از ایران به عنوان مبدأ محل عبور و مقصدی برای مردان، زنان و کودکان که به منظور بهره برداری جنسی در معرض خطر قرار می گیرن نام برده است. خیلی جالبه. آقایون ادعا می کنن که قاچاق دختران به امارات، ولی شما باید قاچاقچیان رو ببینید چه کسانی هستند. و بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی که وقتی برای دیدارهای بازرگانی و خصوصی به امارات می روند از میزبانان خودشون خواستار پذیرایی توسط بانوان ایرانی می شوند. در افغانستان یک انفجار انتحاری 4 کشته و 19 زخمی به جا گذاشت. خبرگزاری بی بی سی گفته که نزدیک مقر سازمان پلیس رخ داده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی مرکز افغانستان گفت که در این انفجار ساختمان فرماندهی پلیس و شماری از ساختمان‌های نزدیک به آن از جمله خانه آسیب دیده و 4 تن از نیروهای پلیس و 17 نفر که 2 کودک در میان شانه زخمی شدند. طبیعی است این نوع انفجارها توسط گروه طالبان و حامیان القاعدیش صورت می‌گیرد و همینطور حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار که مورد حمایت جمهوری اسلامی است. درگیری‌های شنبه و یک شنبه شهر ترابلوس بین علویان و سنیان باعث شد که 10 نفر کشته بشن و این آتشی است که سوریه روشن کرده توسط علویانی که وابسته به رژیم سوریه هستند و هر بار ترابلوس آرام میشه اونها آشوبی به پا میکنن. منابع مصری هم اشاره کردن در درگیری که بین وابستگان و طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای پلیس و دانشجویان رخ داده تعدادی افراد زخمی شدند. پلیس از گاز اشکاور استفاده کرد برای متفرق کردن اینها که می‌خواستند به سوی میدان التحریر برند. احمد مطر از رهبران اخوان المسلمین گفت که به میدان التحریر وارد شوید، به همین دانشجویان. ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت که از طرفداران اخوان المسلمین است از خواست که به میدان التحریر بروند و به هواداران اخوان المسلمین کمک کنند. در خبر دیگر مرتبط با مصر، امر موسی رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی سخنانی ایراد کرد که تمام پیشنویس قانون اساسی تهیه شده و با اجماع کامل 50 نفر روبرو شده. من خبرها رو به همینجا خاتمه میدم. امیدوارم این چند روز رو تحمل کنید تا به آن سوی خبر بریم. در حال دلم میخواد لحظه لحظه این برنامه ها مورد توجه شما قرار بگیره. حالا میریم برنامه مطبوعات رو میبینیم، بررسی مطبوعات دوست و همکار عزیزم ماشاءالله عباس‌زاده و بعدش هم البته تقویم تاریخ. به امید دیدار.